ADATA SE770G، یک اکسترنال درایو که هر کسی دوست داره داشته باشدش. مسعود اینجاست و این چنل بی پرو. بچه ها ازتون میخوام برای حمایت از من حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشید. مطمئن باشید که ویدیوهای به درد بخوری داخلش هستش. همونطوری که گفتم ADATA SE770G یه ویدیو در مورد یه 770 دیگه که الان پارت نامبر دقیقش رو یادم نمیاد، ولی پارسال یه اکسترنال درایو گیمینگ ADATA آنباکس کردم، لینکش الان این بالاست، حتما برید ببینید. تجربه کاربری ما اگه بخوام در مورد اون اکسترنال درایو ADATA بگم توی این یک ساله، شاید به جرئت بهتون بگم تنها HDD توی بازاره که سرعتش زیاده. یعنی خود من هیچ وقت نتونستم اینو باور بکنم که یه هاردی که SSD نباشه و سرعتش انقدر بالا باشه. این که چجوری دقیقا نمیدونم، ولی بگذاریم ازش. توی این ویدیو قراره که این هارد رو که خیلی خوبه، از هر نظری خیلی خوبه، آنباکسش بکنیم. یه جعبه خیلی معمولی برندینگ ADATA رو داریم. میدونم که RGB کالر روش کار شده. این هارد من تقریبا یه سال پیش روی یوتیوب دیدم، خیلی دنبالش گشتم که بخرمش، ولی خب توی ایران موجود نبودش. خلاصه الان موجود شده و من یه دونه 1 ترابایتش رو گرفتم. از ویژگیاش بخوام بهتون بگم، USB 3.2 روی پورت Type-C. جعبه خیلی معمولی کار کرده که همون اول پاره شد. خیلی کوچیکه. خیلی کوچیکه. دو تا بچه ها توش ببخشید. نه واقعا دو تا توش کابل با کیفیت کار کرده. باریکلا. دو تا کابل با کیفیت کار کرده. تایپ سی. همونطور که می‌بینید و این مشمع درش بسته است. یه دونه تایپ A به تایپ C. جفتشون هم کاملا ضخیم و با کیفیت هستن. باریکلا. خیلی خوب. من اون هارد قبلیمو که T7 سامسونگ هستش و قبلا آنباکسش کردم رو میتونید ویدیوشو برید توی ویدیو هم ببینید. اون رو هم بزرگ آوردم که کنار هم دیگه بذاریم ببینیم که دقیقاً ابعادشون به نسبت چقدر هستش. و خیلی جالبه، من چقدر تعریف کرده بودم از کابل این T7 که خیلی با کیفیته، بعد الان میبینم که دقیقاً کابل این و الان دقیقاً میبینم که کابل ADATA SE770G هم که یه اکسترنال درایو گیمینگ هستش چقدر با کیفیته و کاملا ضخامتشون با هم برابره. خیلی جالبه. خب بریم سراغ خود SSD. بی نظیره. خیلی با کیفیته. خیلی با کیفیت. حتی دلم نمیاد مشمعشو بهش بکنم. خیلی جالبه. اول وصلش میکنم به کامپیوتر که ظرفیت رسمیشو ببینیم، 953. برخلاف HDD اکسترنال ها و SSD اکسترنال هایی که تا به حال من آنباکسشون کردم یا تجربهشون کردم، ظرفیت رسمی بهتری داره و 953 گیگابایت بهتون ظرفیت میده. RGB واقعا خوبی داره، ابعاد فوق العاده خوبی داره، وزن فوق العاده خوبی داره و میتونم بگم
یکی از بهترین ابزارهایی که میتونید داشته باشید توی در موقع ابزارتون برای کارتون، مخصوصا گیمینگ، تولید محتوا، چیزیه که 100% پیشنهادش میکنم. از نگاه من باید داشته باشیش، باید داشته باشیش. خیلی جعبه محصول رو زیر و رو کردم، اسپک محصول پشت محصول بودش، کلی زیر و روش کردم، پشتش رو خوندم. خبری از تکنولوژی NVMe، M2، NAND توش نبود. یه سالید استیت درایو کاملا معمولیه، ولی ایدیتور روش ادعا کرده که تا 800 مگابیت پر سکند سرعت رید و رایت داره و با این سرعت شما هر کاری میتونی انجام بدی، هر کاری. میدونم خیلی با این ویدیو حال کردید، خود منم همینطور، چون یه چیزی آنباکس کردم که واقعا دوستش داشتم. بچه ها تا ویدیو بعدی، بدرود.